این شاهزاده شریف، نگاه کنید، صندوقچه ها آنجاست. اگر آن یکی را برگزینید که حاوی تصویر من است، بیدرنگ مراسم زناشویی ما برپا خواهد شد. کلید را به من بدهید تا هرچه سریعتر بخت خود را بیازم. باعث تأسف است که در مقابل چنین پاداشی این همه به غور و تأمل پرداختید. خانم من کجاست؟ اینجا هستم. ارباب من چه میخواهد؟ خانم، بیرون منزل شما یک جوان ونیزی پیاده شده، پیشاپیش آمده تا ورود اربابش را اطلاع دهد. شما از فرار دخترم خبر داشتید؟ ببینم شایلک، اگر او نتواند به موقع قرض خود را تادیه کند، تو که گوشت او را نخواهی برید. برای تو چه فایده ای دارن؟ برای طعمه ماهی خوب است، و اگر برای چیز دیگری فایده نداشته باشد، لااقل حس انتقام مرا تسکین می دهد. یکی دیگر از این قبیله آمد. نفر سومی را نمی توان یافت که به قدر اینها پلید باشد. در جنوا شنیدم که انتونیا چی؟ بدبختی؟ گفتی بدبختی؟ یک کشتی او که از تریپولی می آمد غرق شده. غرق شد؟ خدا رسول؟ تمنا دارم یکی دو روز دیگر تأمل کنی قبل از اینکه دست به قرعه بزنی. من قادرم که به تو راه درست انتخاب کردن را بیاموزم. تصویر من در یکی از صندوقچه ها قرار دارد. اگر تو مرا دوست بداری آن را کشف خواهی کرد. برو، اگر تو زنده بمانی من هم زنده خواهم ماند. من بیش از تو که دست به نبرد میزنی از تماشای این صحنه واهمه دارم. ظاهر همه چیز به همین ترتیب با حقیقت فرق دارد و دنیا همیشه با زیور و زینت فریب می‌خورد. در دادگاه
کدام دعویست که ملوث و فاسد نباشد؟ ولی همین حساب با صدای جذاب یک وکیل مستور نماند. در مذهب کدام گناه و بدعت وجود دارد که چهره روحانی یک فرد آن را قابل عفو نداند؟ و برای تایید آن از کتاب مقدس استمداد نجوید و زشتیان را با زیورها و زینتهای زیبا پنهان نسازد؟ هیچ گناهی هرچند ساده باشد وجود ندارد که ظاهر خود را با علائمی از فضیلت نیاراید، چه بسا ترسوهایی که قلب آنها مانند پلکان شنی سست و ناپایدار است. ولی بر روی زنخدان خود ریش هرکول و بر پیشانی خود اخم مریخ می نهند. ولی وقتی درون آنها را بکاویم کبدی به سفیدی شیر دارند. اینها ظواهر شجاعت را بر خود می گذارند تا در ردیف دلاوران جنگی به شما دارند. زیور مانند ساحلی خیانتکار است که در کنار دریایی خطرناک قرار دارد. در زیر یک لباس زیبا یک زن زشت پنهان شده است. و خلاصه اینها حقایق ظاهری است. دار مکار برای فریفتن خردمندان به کار می‌برد. پس ای طلای پر زرق و برق که غذای سختی برای شاهان هستی، فلز رنگ پریده و مبتذل که در بین مردم در آمد و رفت و جنب و جوش هستی. تو رو هم نمیخوام. جای وعد و وعید به تهدید تمایل داری، سادگی تو بیش از فصاحتت مرا برمی‌انگیزد. به این خاطر تو را برمی‌گزینم و امیدوارم که به شادمانی ممتد شود. کلید را به من بدهید. که آرام شما از وجد نشاط خود بکن و شادمانی را به حد اعتدال برسان و از این همه افراد بپریز. آقا این همه موارد را ندارم. اینجا چه یافتم؟ تصویر پرشی های زیبا اینجاست. با خلق این تصویر خود را تا این حد به مقام خدایی نزدیک ساخته است.
آیا این چشمان حرکت میکند؟ یا تصویران بر روی چشمان من افتاده و به نظر میرسد که در حرکت است؟ ولی در این چشمان چگونه نقاش میتوانست نظر افکند تا آن را ترسیم کند؟ نمونه یک نگاه میتوانست چنان نقاش را بفریبد که قادر به ترسیم چشم ها نباشد. ولی همانقدر که این تعریف و تحسین از تصویر حق مطلب را ادا نمی کند، همانقدر این تصویر هرگز به پای واقعیت نمی رسد. در اینجا توماری است که حاوی خلاصه تاله من است. تو که به اتکای ظواهر دست به انتخاب نزدی، امیدوار باش که تاله تو بلند انتخابت صحیح است. چون این خوشبختی نصیب تو شده است، قانع باش و به دنبال خوشبختی دیگری مگرد. تردید دارم آیا آنچه میبینم حقیقت دارد یا خیر، تا اینکه مورد تایید و تصویب تو قرار گیرد. این بسنیه بزرگوار، تو مرا همان گونه که هستم مشاهده میکنی؟ اگرچه تنها به خاطر خود در آرزوی خیش بلند پروازی نمی کنم که این امید را بپرورانم که بهتر از آنچه هستم باشم، ولی به خاطر تو میل دارم صد برابر بهتر از این شوم، تا در نظر تو فردی شایسته جلوه کنم. من دختری پرورش نیافته، کم تجربه و ناآزموده هستم، اما سعادت خود را تنها در این نکته می دانم که هنوز آنقدر پیر نشدم که نتوانم درسی فراگیرم، و سعادت بالاتر این که آنقدر کنزه نیستم که نتوانم چیزی فراگیرم، و بالاتر این سعادت این که روح خود را به تو تسلیم می کنم که مانند یک سرور و یک حکمران مرا هدایت کنی. و من که یک لحظه پیش سرور این قصر، خدمتگزاران و ملکه خود بودم، اکنون این سرور من، وجود خودم، این قصر و خدمتگزاران همه متعلق به توست، و همه آنها را با انگشتری به تو تفویض میکنم که هر وقت آن را مفقود کنی یا از آن جدا شدی یا به کسی ببخشی، ناچارم آن را علامتی از نابود شدن عشق تو تصور کنم و خود را محق بدانم که تو را مورد سرزنش قرار دهم. ای پرشی، ای نازنین، اگر این انگشتری روزی از این انگشت جدا شود، امیدوارم همان روز جان از تنم بدر رود. بسانوی عزیز، بانوی من، برای شما همان سعادتی را آرزو می کنم که طلب کنید، و امروز که شما عهد محبت خود را می خواهید با مراسم زناشویی به صورت قانونی در آورید، از شما تمنا می کنم اجازه بدهید من هم مراسم ازدواج خیش را به انجام برسانم. باشد، به شرطی که بتوانی همسری به دست آوری. از شما سپاسگزارم که همسری برایم یافتید، زیرا تاله شما متکی بر آن صندوقچه بود و آنطور که اوضاع نشان میداد تاله منم هم همینطور. بله بانوی من، به شرط آنکه شما قبول کنید.
لورنزو و همسرش. چطور دوست قدیمی من سولانیو هم با اوست؟ لورنزو، سولانیو، دوستان من به اینجا خوش آمدید، خوش آمدید. به شرط آنکه مالکیت جدید من در اینجا به من اجازه بدهد که به شما خوش آمد بگویم. ای پرشیر نازنین، با اجازه تو به دوستان و هموطنان خود خوش آمد میگویم. من هم همینطور سرور من، قدمشان بسیار مبارک است. از جناب عالی بسیار سپاسگزارم، اما قصد ما آمدن به اینجا نبود، بلکه در راه با سولانیو برخورد کردیم و او ما را به اصرار وادار کرد که به اتفاق او به اینجا بیاییم. بله همینطور است دوست من و دلیلی هم دارم. رازگونه بسانیو رو بوده؟ بسانیو، من نیمی از تو هستم و کاملا حق دارم در نیمی از آن چه این نامه برای تو خبر آورده سهیم باشم. ای پرشی ای نازنین، این نامه حاوی تلخترین کلماتی است که تا به حال به روی کاغذ آمده است. ای بانوی مهربان، وقتی من با صراحت گفتم که تمام دارایی من چیزی جز آنچه که در عروقم جریان دارد نیست، یعنی یک نجیب زاده هستم، این مطلب چیزی جز حقیقت نبود. ولی وقتی خود را هیچ شمردم، خواهید دید تا چه حد لاف زده بودم. من باید به تو میگفتم که از هیچ هم کمترم، زیرا من خود را مدیون یک دوست صمیمی ساختم، با اون دوست را مدیون دشمنش کردم تا احتیاجات مرا برآورد. ای بانوی مهربان، در اینجا نامه ایست که کاغذ آن مانند کالبد دوست من است و هر کلمه آن چون جراحتی است که دهان گشوده و خون و جان او از آن خارج می شود. آیا اینها راست است؟ آیا تمام اقدامات او دچار شکست شده؟ حتی یکی از آنها هم به هدف نرسیده است؟ از تریپولی، مکزیک، انگلستان، لیسبون، بارباری، انگلستان، حتی یک کشتی از چنگال وحشتناک صخره‌های کشتی شکن سالم نجسته است؟ حتی یک کشتی هم سالم نجسته است. بله، اینطور به نظر می‌رسد که اگر آنتونیو پول نقد هم داشت تا به رباخار بپردازد، او حاضر نبود قبول کند. چون موعد قرار داده او بسر آمد. من هرگز موجودی را ندیدم که به شکل انسان باشد، ولی اینقدر حرص و ولع برای نابودی بشر نشان دهد. او شب و روز به دوک اصرار می‌ورزد که اگر نسبت به او احقاق حق نشود، حکومت را متهم خواهد ساخت که تساوی حقوق قانونی را رعایت نکرده است. بیست نفر از بازرگانان و خود دوک و بزرگان والاتبار همه گی کوشش کردند تا او را راضی کنند، اما هیچ کس نمیتواند او را وادار کند تا از ادعای پر از کینه خود نسبت به جریمه، دادخواهی و شرایط سند دست بردارد. وقتی که با او زندگی میکردم شنیدم نزد توبال که دوست قدیمی اوست قسم میخورد ترجیح میدهد گوشت آنتونیا را ببرد تا اینکه 20 برابر پولی را که طلب دارد به او بدهد. و من مطمئنم قربان، اگر حکومت و مقام و قانون نتوانند جلوی او را بگیرند، نتیجه آن برای آنتونیو وخیم خواهد شد. آیا این دوست عزیز توست که اینطور به زحمت افتاده؟ عزیزترین دوست و رؤوف‌ترین مرد و نجیب‌ترین ضمیری که به طرز خستگی ناپذیری به همه محبت می‌ورزد. چه مبلغی مدیون این یهودی است؟ 3000 دوکا به خاطر من مدیون است. فقط همین مبلغ؟
به او 6000 دوکا بپردازید و سند را باطل کنید. حتی دو برابر یا سه برابر 20000 دوکا بده و مگذار در نتیجه غفلت بستانی و یک موثر چنین دوستی کم شود. اول با من به کلیسا بیا تا بتوانی مرا همسر خود خطاب کنی و سپس هرچه زودتر نزد دوست خود به ونیز برو، زیرا هرگز نمیخواهم با خاطری آشفته نزد پورشیا بمانی. آنقدر طلا با خود ببر که این وام ناچیز را 20 برابر بپردازی و وقتی این مبلغ تادیه شد دوستت را با خود به اینجا بیاور. تو ناچاری در روز عروسی خود اینجا رو ترک گویی، ولی شاد باش و به دوستانت خوش آمد بگو و اجازه بده مطالب نامه دوستت رو بشنوم. ای بسنی عزیز، کشتی های من همگی آسیب دیدند و طلبکاران بیرحمی نشان میدهند. وضع من بد است و سندی که به شایلاک سپردم نقض شده و چون با پرداخت جریمه هم غیر ممکن است که زنده بمانم، اگر هنگام مرگ فقط بتوانم چهره تو را ببینم، تمام دیون بین من و خودت را تسویه شده تلقی کن. با وجود این هر طور صلاح توست بکن. اگر محبت تو نتواند تو را ترغیب کند نزد من بیایی، احتیاجی نیست نام هم اصرار ببرزد. کارها را هرچه زودتر رو براه کن و برو. چون اجازه محبت آمیز تو را برای عزیمت کسب کردم، برای برگزاری مراسم ازدواج عجله خواهم کرد. نریسا، از میهمانانمون پذیرایی کن. دلمان مواظب او باش. با من از ترحم صحبت نکن. این همان ابلهی است که رایگان پول قرض میداد. دلمان مواظبش باش. گوش کن شایلاک مهربان، قرارداد من باید تادیه شود. برخلاف قرارداد صحبت نکن. من سوگند یاد کردم، سوگند یاد کردم که قرارداد خود را به نتیجه برسانم. از این که دلیلی داشته باشی مرا سگ خواندی. چون سگ هستم از دندانهایم برحذر باش. دوک دربارم عدالت روا خواهد داشت. من از تو زندانبان بی ارزش تعجب می کنم که آنقدر ابله هستی که به درخواست او با هم به خیابان آمده.
من ندارم به سخنانم گوش بدهید. قرارداد من باید تعدیه شود. حاضر نیستم به تو گوش کنم. قرارداد باید تعدیه شود. من کسی نیستم که دلم به رحم آید، چشمانم نابینا و احمق شود، سر خود را تکان دهم، سست کردم، آه بکشم و تسلیم شفاعت مردم شود. آقای شایدر، آه به دنبال من نیا. من حاضر به ادامه صحبت نیستم. قرارداد من باید تعدیه شود. او از بی‌رحم‌ترین سگانی است که بشر تا به حال به نزد خود نگاه داشته. او کاری نداشته باش. دیگر با تمناهای بی ثمر خود به دنبال او نخواهم. او مرگ مرا میخواهد و دلیل آن را خوب میدانم. من بارها کسانی را که نزد من از او شکایت آوردند از شر جرایم او خلاص کردم. به همین جهت از من متنفر است. من مطمئنم که دوک هرگز اجازه نخواهد داد این جریمه تعدیه شود. دوک قادر نیست جلوی مسیر قانون را بگیرد، زیرا امتیازاتی در ونیز به بیگانگان تفویض شده که اگر از آن برخوردار نشوند حکومت او را متهم به نقض عدالت خواهند کرد. تجارت و سود این شهر هم متکی به افراد کشورهای مختلف است. پس تو برو، این محنت ها و ضرر ها چنان مرا زار و نحیف ساخته است که تا فردا به اندازه نیم کیلو گوشت در بدنم برای طلبکار خونخوارم باقی نخواهد ماند. برو. خب زندانبان، از خداوند میخواهم که بسانیو بیاید و مرا هنگام تعدیه قرضش به چشم بیاید. دیگر به هیچ چیز اهمیت ندارد. اگرچه نباید این مطلب را در حضور شما بیان کنم، ولی شما نظری شریف و واقعی نسبت به دوستی آسمانی دارید که نمونه بارز آن رفتار ملایم شما در غیبت سرورتان است. خانم، اگر میدانستید که این افتخار را نصیب چه کسی میکنید و به چه مرد شریفی مساعدت نشان میدهید، مطمئنم که از کردار خود احساس غرور میکنید. من هرگز از کردار نیک پشیمان نشدم و اکنون هم نخواهم شد، زیرا در مورد دوستانی که وقت را در مجالست یکدیگر می‌گذرانند حتما تناسب و شباهتی از لحاظ ظاهر، رفتار و روحیه وجود دارد. این مطلب مرا به این فکر می اندازد که آنتونیو به عنوان دوست صمیمی سرور من حتما بایستی با او شباهت داشته باشد. اگر چنین باشد با چه مبلغ ناچیزی تصویر جوهر روح خود را از محنت دوزخ نجات بخشیدم. لا
لورنزو، من سرپرستی و اداری خانه‌ام را تا بازگشت همسرم به تو می سپارم، زیرا با خدای خیش عهد کردم که من و نریسا ساعات خود را صرف ادعیه و عبادت کنیم. در دو مایلی اینجا صومعه ایست که ما در آنجا اقامت خواهیم گزید. از تو تمنا دارم که از قبول این وظیفه امتنا نکنی. ضرورت و محبت من ایجاب می کند که آن را به گردن تو بیاندازم. با کمال میل از هر گونه امری که بدهید اطاعت می کنم. خانم، من برای شما آنچه دل آرزو می کند آرزو می کنم. برای این آرزو از تو سپاسگزارم و با کمال میل من هم همین آرزو را برای تو دارم. خداحافظ جسیکا. بله بانو، مرا هزار فرمودی؟ بیا بالتزار. همانطور که در گذشته تو را دوست و وفادار خود یافتم، اکنون باید همان خصائل را نشان دهی. این نامه را بگیر و با شتاب هرچه تمامتر خود را به پادوا برسان و این نامه را به پسر عمویم دکتر بلاریو تحویل بده. دکتر بلاریو، توجه کن، نامه و البسه ای را که به تو میدهد با سرعت هرچه تمامتر در کنار لنگرگاهی که در مسیر ونیز است بیاور. البسه برای چه؟ وقت را صرف صحبت نکن و هرچه زودتر برو. من پیش از بازگشت تو به آنجا خواهم رسید. با شتاب هرچه تمامتر خواهم رفت. بانوی من هم اکنون آقای لورنزو را دیدم. بیا نریسا، من کاری در دست دارم که تو هنوز از آن بیخبری. من بزودتر آنچه شوهران ما انتظار داشته باشند موفق به دیدارشان خواهیم شد و آنها هم ما را خواهند دید. بله نریسا، ولی در لباسی خواهیم بود که آنها تصور خواهند کرد واجد هنری هستیم که در حقیقت فاقد آن می باشیم. من حاضرم با تو هر شرطی ببندم که وقتی به لباس مردان جوان ملبس شدیم من از تو خوبروتر به نظر خواهم. به لباس مردان جوان؟ خنجر را با ظرافت بیشتری به خود می آویزیم و با صدایی که بین صدای پسر و مرد و شبیه به صدای نیاز صحبت می کنیم و دو قدم ظریف کوتاه زنانه را تبدیل به یک قدم مردانه خواهیم کرد و مانند یک جوان گزافوی قوی هیکل دم از جنگ و ستیز خواهیم زد. چطور؟ یعنی ما به لباس مردان درآییم؟ من تمام نقشه خود را وقتی سوار کالسکه شدیم برایت شرح خواهم داد. پس میشه داریم، چون امروز باید 5 فرسنگ راه برویم. بانوی من، thank you.
آنتولیو اینجاست؟ حاضرم برای اینکه والا حضرت به این قضیه توجه بفرمایید. فوراً او را با احترام به جایگاه هدایت کنید. من برای تو متاسفم آنتونی، تو به اینجا آمده ای که به مدعی سنگدلی جواب گویی، یعنی موجود بدبخت بی عاطفه‌ای که ابداً احساس ترحم نمی کند و یک جو بخشش در وجود خود ندارد. شنیدم که والا حضرت کوشش بسیار برای تعدیل روش خشونت آمیز او به کار بردند، ولی از آنجا که او سرسختانه به جای ایستاده و هیچ وسیله قانونی هم نمیتواند برای از چنگ کینه‌توزی او رهایی بخشد، من شکیبایی خود را در مقابل خشم او قرار میدهم و خود را آماده ساختم تا با روحی صبور رنج ستمگری و غضب او را تحمل کنم. یک نفر برآمد این شایلک پیر را به دادگاه بخواند. آقای شایلک لطفاً وارد شوید. آقای شایلک، همه مردم دنیا بر این عقیده‌اند، البته خود من هم یکی از آنها هستم، که قصد تو از ادامه این روش کینه‌توزی این است که آن را تا آخرین لحظه دنبال کنی، که در آن صورت رحم و شفقت تو عجیبتر از این روش کینه توزی و بیرحمی ظاهری تو جلوه می کند. و به جای اینکه برای جریمه که نیم کیلو از گوشت بدن این تاجر بیچاره از مطالبه کنی، نه تنها از آن اغماز می کنی، بلکه به علت شفقت و محبت انسانی حتی حاضری نیمی از دین اصلی خود را هم ببخشی، زیرا به خاطر خسارتی که به او وارد شده نسبت به او احساس ترحم خواهی کرد. خسارتی که پشت او را خم کرده کافی بوده حتی ثروتمندترین بازرگانان را به قعر نیستی بکشاند و قلوب سرسخت و خشن و خارایی افرادی از قبیل تاتار و مغول را که هرگز به نرمی و رافت خو نگرفتند وادار به ترحم نسبت به وضع او سازد. آقای شایلک، آه نه نه
شایلاک عزیز، ما منتظر جواب رافت آمیز تو هستیم. من والا حضرت را از قصد خود مستحضر ساختم و به روز استراحت مقدس خودمان سوگند خوردم که جریمه خود را بستانم. اگر از دادن آن ابا کنید، خطر آن متوجه قوانین، فرامین و آزادی شهر شما خواهد شد. از من خواهید پرسید که چرا ترجیح میدهم نیم کیلو گوشت گندیده را به جای 3000 دوکاب برگزینم. جوابش این است آقا، شاید میل من بر این باشد. آیا این جواب کافی نیست؟ چه می شود اگر موشی به خانه من آسیب رساند و من حاضر باشم برای نابود ساختن آن 3000 دوکا بدم؟ این جواب هم کافی نیست آقا؟ برخی مردم از خوکی که دهان را گشوده نفرت، بعضی دیگر از دیدن یک گربه کارشان به جنون می کشد، زیرا رغبت طبیعت انسان که بر تمام احساسات حکم فرمایی می کند او را به طرفی می کشاند که برخی چیزها را دوست دارد و از بعضی دیگر بیزار است. و اما جواب شما، چون دلیل محکمی وجود ندارد که چرا کسی تحمل خوک دهان گشوده را ندارد، من هم نمیتوانم دلیل عرضه بدارم و نخواهم عرضه داشت، جز این که تنفری شدید و انزجاری عمیق نسبت به آنتونیو دارم، آنجا که حاضرم ادعای خود را تا پای ضرر بر ضد او دنبال کنم. آیا این جواب هم کافی نیست آقا؟ ای مرد بیاتفه، این جوابی نیست که با آن بتوانید جریان شقاوت خود را محصور دارید. من ملزم نیستم با جواب خود تو را خوشنود کنم. آیا تمام مردم چیزهایی را که دوست ندارند میکشند؟ آیا وقتی کسی از چیزی متنفر است نمیخواد آن را بکشد؟ هر گونه رنجشی اول صورت تنفر به خود نمیگیرد. چطور؟ آیا تو حاضری یک مار 10 بار تو را بکسد؟ من ندارم متوجه شده باشی که با این رباخار نمیتوان مباحثه کرد. این کار مثل این است که تو کنار ساحل بیستی و به امواج امر دهی که از تلاطم عادی خود بکاهد. برای تو آسان تر است که سخت‌ترین کار را انجام دهی تا اینکه سعی کنی قلب این مرد را که چیزی از آن سخت‌تر نمی‌توان یافت نرم سازی. پس تمنا دارم پیشنهاد دیگری مکن و به فکر راه چاره دیگری هم مباش، بلکه بیدرنگ و آنطور که لازمه اجرای قانون است بهتر است که حکم درباره من صادر شود تا این رباخار به آرزوی خود برسد. در مقابل 3000 دوکا اکنون 6000 دوکا میدهم. 6000 دوکا. اگر هر سکه از این 6000 دوکا 6 قسمت شود و هر قسمت به صورت 1 دوکا درآید، حاضر به قبولان نخواهم بود، زیرا مایلم سندم تادیه شود. تو که حاضر به ترحم نیستی، چطور امید به ترحم دیگران داری؟ من که مرتکب گناهی نشدم، از چه قضاوتی باید بترسم؟
شما در بین خود بسیاری افراد زرخرید دارید که مانند الاغ، سگ و قاطر خود آنها را به کارهای پست و حقیر می‌گمارید، زیرا آنها را خریده اید. آیا من میتوانم به شما بگویم آنها را آزاد کنید و به عقد همسری وراث خود درآورید؟ یا اینکه چرا در زیر بارهای شما عرق میریزن؟ یا اینکه بهتر است بستر آنها را به نرمی بستر خود سازید و زاغه آنها را با گوشت‌های لذیذ پرورش دهید؟ جواب شما این خواهد بود: این بردگان متعلق به ما هستند. من هم همین جواب را به شما خواهم داد. نیم کیلو گوشتی که از او مطالبه می کنم به قیمت گزافی خریداری شده است و متعلق به من است و من آن را خواهم گرفت. اگر آن را از من ابا کنید، ننگ بر قانون شما باد، زیرا معلوم است قوانین ونیز ضمانت اجرایی ندارد. من منتظر صدور و حکم هستم. آقا به من جواب بدهید، آیا این حکم به نفع من خواهد بود؟ بر طبق اختیارات خود میتوانم جلسه این دادگاه را تا ورود بلاریو که وکیلی دانشمند است تعطیل کنم.